شاد باشا باشای نوروزی کروش سلیمانی هستم در توضیح پرده که پشت سر من میبینین البته نوشته شده مسلمانان میشگان یا میشگان مسلمان حالا فرق نمیکنه ولی منظور این بود که اشاره بکنیم به جمعیت کثیر مسلمانان در میشگان همینجور که میدونید امریکا از پنجاه ایالت تشکیل شده و از کشورهای متفاوت اومدن در ایالات مختلف اینجا خلاصه سکنا گرفتن مثل ایرانیا که رفتن کالیفرنیا یا هندیا که مثلا تکساس رفتن بیشتر اکثریتشون اونجاست فرض کن ها به نیویورلان رفتن آلمانی ها اومدن کارالونای جنوبی همینجوری بعدش روش کردن خلاصه جریانه سکونت مسلمان ها در میشیگان این بود که درست 104 سال پیش 1920 فورد هنری فورد اگه غلط نکنم اشتباه نکنم حالا اگر اشتباه کردم خود چشم کوش دندم نرم غلط میکنم چه کار کنم ولی فورد که محسس همین کارخانه فورد ماشینایی که میبینین که به فورد مطرحه اینجا رونق میگیره کارش به احتیاج به کارگر داشته و خلاصه به یه مسلمونی میگه که آدم آره ما احتیاج به کارگر داریم روزی 5 دلار میدیم و مختلف خیلی بوده یه خبر میپیچه و مسلمانان از کشورهای لبنان سوریه، عراق، یمن و فلسطین اونجا خلاصه راهی میشگان میشن اونجا کار میگیرن نزدیکای دیترویت و کم کم رشد میکنه اون جامعه مسلمانی و الان بزرگترین مسجد دنیا در شهر اگه غلط نکنم میدونم حالا در ایالت میشیگان مطمئن نیستم در دیترویت یا نه ولی به حال اونجاست و الان در بعضی از شهرهای میشیگان جمعیت مسلمان ها نسبت به غیر مسلمان ها بیشتره و در یکی از شهرهاش به طور کلی در اون شورای شهر مسلمان ها اکثریت دارن و بعض قوانین رو عوض کردن حالا اینا خودشون چون که تصویب کردن که میشنن بله برای اعیاد مذهبی گوشفن قربونی کنن در خیابون و این یه موضوع وحشتناک این امریکایی اصلا ندیدن یه همچی چیزه که بیه سر متوجه یا مثلا میتونن اینا رو در ماه رمضان مراسم داشته باشن مراسم مذهبی بگن شما حق ندارین رستوران رو باز کنیم به طور کلی مشروب نمیذارن خلاص همون کاری که جمهوری اسلامی در ایران که بعد از انقلاب اینا میتونن این کارا رو بکنن چون که قوانین ایالتی امریکا یه جوریه که اینها مستقلن در امور داخلی خودشون ولی در موضوع خارجی یک نماینده و سناتور دارن در واشنگتن که اونا تصمیم میگیرن حق رأی دارن ولی در امور داخلی خودشون خود مثلا یه ایالت میتونه بگه که من میتونم کازینو داشته باشم یه ایالت میتونه بگه که من میتونم ماری جوانا بنگ هشیش اینا آزاد بشه چون که هست نوادا و همچنین کلورادو یا اینکه به طور کلی توی نوادا یا لاس که شما میبینین آزاده شهرهای دیگه زندانی داره متوجه این رو فرق میکنه میتونن سرعت های رانندگی رو کم و پیش اضافه کنن هر جوری که دلشون میخواد قوانین بعضیشون قوانین اعدام دارن بعضیشون ندارن اینه که میخواستم اینو بگم که اینها میتونن با ازدیاد جمعیت قوانین رو عوض کنن و یواش یواش یک جوری میشه که میشگان از غیر مسلمان ها تخلیه میشه یه موضوع به تو میگم راجع به سیاه پوستا چون که خب بدونید بردداری بود تبعیض نجادی بود سیاه با جدا زندگی میکردن و کم کم همینجوری یه مدار اخلاف ها حل شد شهرک ساختن نامدن تو این شهرک ها خب سیاه ها پیشه سپیدا زندگی می کردن. اشکالی پیش نمی اومد ولی اگر از مرز سی درصد تعداد سیاه در یک مجموعه ساختمانی بیشتر می بیشت شد شروع می کردن، ترک کردن و این بسیار احتمالش هستش که وقتی که سفید ها ببینن شرایط مسلمان ها را وقتی که میخوان محدودشون کنن وقتی نمیذارن اونجا مشروب میخانه داشته باشن وقتی که میان بشین میگن که باید هجاب داشته باشین روز در ماهای رمضان شما حق ندارین غذا بخورین و به خصوص یه موضوع دیگه اونجا حالا از مناره ها بلنگو بذارن و از آن پخش کنن اینا رو از خواب بیدار کنن و خوابشون بگیرن چون که قانون او کارشون نمیشه کرد یواش یواش ترک میکنن و وقتی ترک میکنن اینا صد درصد یک جامعه اسلامی بیش ب ولی این مسئله نیستش الان توی مریلند یک شهر نزدیک بالتیمور اونجا هستش که 90 درصدش یهودی هستن اینا البته مصیبتی اینا با... فقط روز شنبه چون که نمیخوان کار بکنن تو خونه کاری نمیکنن به طوری که حالا میگذاریم ازشون ولی خطری تهدیدی برای اشتباه نیستن متوجه ولی بعد اینه که مسلمان ها وقتی جمع میشن اگر اینها بعد به فکر جهاد بیفتن بعدش بخواه قوانینی که دارن به سفید پوستا و غیر مسلمان ها تحمیل کنن بعدش هم قوانین رو به ایالتهای دیگه بخوان صادر کنن همون انقلاب خودشون که کشور مسلمانی باشه امکان داره جنگ داخلی در امریکا صورت بگیره و درست هم حالتی داشته باشید که یوگسلاوی داشت بعد از فروپاشی شوروی یعنی اتحاد جماهیر شوروی چون که از هم که پاشیدن چه که جدران یوگسلاوی اون باسنی باسنیا که میگن این مسلمون بودن و این مسلمان یعنی در واقع اروپایی هایی بودند که با در زمان امپراتوری عثمانی دوره 600 ساله عثمانی اینها به زور مسلمان شدن و مسلمان ماندن و اینا منطقه جدای خودشون داشتن و در زمان در یوگسلاوی به حال اینها زیر یک پرچم بودن زیر یک حکومت وقتی اصلا پاشیده شد کرات ها ها و بوسنیا به جون هم افتادن و قتل عام زیادی شد از بوسنی ها و اینها را و جنوسید یا جنوسایدی که حالت غزه میگن اینا سه هزار تا بوسنی مسلمان رو همجوری کشتن و زنده بگور کردن و جامعه غرب و دنیا بی تفاوت بود چه نمیخواست یک کشور مسلمانی در اروپا حالا باشه یک با پرانتزی هم باز کنم در زمان جنگ جهانی دوم وقتی که یهودی ها رو قتل ها میکردن و میکشتن مسلمان های بهشون کمک کردن نجاتشون دادن بعد در زمان کلینتون یعنی بعد از فروپاشی شوروی که کشورهایی که یوگسلاوی سابق به جون هم افتادند و های بوسنی مورد قتل و کشتار و تجاوز قرار گرفتن اون یهودیایی که جنگ جهانی دوم مورد حمایت مسلمان ها بودن در بوسنی اومدن به کمکشون شتافتن و این بگم که دنیا بی تفاوت بود, بود و بیل کلینتون اومد کمک کرد به مسلمانان بوسنی که مورد قطعام قرار نگیرن حال هر چی که فکر کنیم میبینیم نگران کننده است این امکان داره به یک جنگ تبدیل بشه چون داره رشد میکنه و اینا میخواستم بگم که تری که مسلمان ها دارن داشتن با جمعیت با داشتن جمعیت زیاد برای کنترل برای به دست گرفتن قدرت و حقش و رسیدن به هدفهایی که داشتن سیاه توی امریکا این کار رو میکردن یه موقع البته اینا هم گفتن که خیلی خوب حالا که ما میتونیم با رای امتیاز بیشتری بگیریم پس بنابراین تا میتونیم بچه تولید کنیم به وجود بیاریم فرزند تولید کنیم و با رای به هدف همون برسه بعد با انتخاب شدن پرزید اوباما و همچنین موفقیت یک خانمی بود که به اسم اپرا که در شیکاگو برنامه تلویزیونی داشت پر ترین برنامه تلویزیونی برای سالها بود و ایشون سرودمندترین هستش در میان اهل هنر و سینما بود و البته تلویزیون و خلاصه سیاپوسا متوجه شدن که نه شرایط عوض شده اگه تلاش بکنن درس بکنن اونجوری هم که میگن سفید پوست ها زده سیاه نیستن و میتونن به جایی برسن و دیگه گفتن دیگه زناشون گفتن دیگه ما بچه نمیاریم و رفتن سراغ کار و تحصیل کار و تحصیل الان خیلی از کارهایی که شما میبینین در زمین های مختلف که احتیاج به علم و دانش و تجربه و چیز داره سیاه کم کم اونجا دارن درگیر میشه امیدوارم که مسلمان ها به این حد برسن من نمیدونم حالا امیدوارم ولی یک امیدی هستش در این ناامیدی ها که ایران به خصوص دخترای ایران یک الگویی بشن سرمخشی بشن که به مسلمان های کشورهای دیگه ثابت کنن که دین مذهب برحال از هر دینی که باشه اگر بخواد به شما تحمیل میشه چه مصیبت سرتون میاره و ما راستش امیدی هستش به ایران که وقتی که مردم بلندشان و عکس علی که در مقابل حکومت اسلامی دارن فکر کنم اگه خارجی رو ببینن اونا هم شاید درسی بگیرن چون که وقتی که جمهوری اسلامی پا گرفت خیلی از مسلمانایی که قبلا مسلمان بودن ولی بروز نمیدادن دیگه در ریش گذاشتن از کلاه گذاشتن و لباس های لباده و اینا خلاصه به مسلمان بودن خودش رو افتخار میکردن تا وقتی که در جریان 11 سپتامبر اینا یک شناخت دیگری از اسلام داشتن و خلاصه لباس و چیز اینا رو گذاشتن کنار ریشار هم تراشیدن و یه مقدار تجدید نظر شد به هر حال تنها کاری که ما میتونیم بکنیم حتی کار کوچک تاثیر داره از آن کسایی که میان روشنگری میکنن به خصوص در موضوع رسانه های بین المللی که به مسلمان ها میگن بدونید چه ولایی سرتون در میان. اگر هر مذهبی بیاد قدرت دست بگیره اگر که لینک هاشون رو پخش کنید تشویقشون کنید حمایت مالی بکنید و به خصوص یهودی ها اگر دین خودشون بشناسن بیاین به این مسلمان بگن ببخشین معذرت میخوایم ما این دین آوردیم نمیرسی همچی بلای سر همه در میاره ما رو ببخشین این دین های ابراهیمی پای و اساسی نداره و اگر این دین های ادامه, ادامه داشته باشه اون چیزی که در غزه افتاد اون چیزی که در سالها و جنگال سلیبی همی جنگ های این همه جنگ اتفاق افتاد خواهد افتاد اتفاق خواهد افتاد و میخواستم باز هم از یهودی ها بپرسیم شما چه کار میکنیم که این اتفاق نیفته خدا به داد شما نمیرسه اون خدایی که شما ازش کمک میخواین اون خدای همون کسی ازش که توی قضه با الله و اکبر گفتن بالا همیشه میاد هم چه بلایی سر شما در یه مقدار فکر کنید یه مقدار مغز گچ گرفته یه تکونی بهش بدین برکه اون ازش بریزه نظر این بلایی که اتفاق افتاده سر فرزندان داره ما بیاد برحال فکر کنم تا اینجا کافیه ممنونم از همراهیتون تا برنامه بعدی فعلا بدون